به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز سلام. شیشه سکوریت چیست؟ جهت بالا بردن مقاومت شیشه در برابر ضربه و تنش‌های حرارتی، شیشه را سکوریت می‌کنند. شیشه های با ضخامت 4 تا 20 میل قابلیت سکوریت شدن را دارند. شیشه سکوریت یک نوع فرایند می باشد که عملیات حرارتی و گرمایی روی شیشه در کوره های مخصوص انجام می پذیرد. شیشه های خام بعد از تولید و آماده سازی به سایز مورد نظر برش می خورند. سپس از یک کوره تا حرارت 700 درجه سانتیگراد عبور داده شده و سپس در مدت زمان کوتاهی ناگهان سرد می شود. این عمل باعث می شود تا پیوند مولکولی بین عناصر شیشه بسیار قوی شود تا در هنگام شکستن به صورت کریستال درآید. تاریخچه تولید شیشه سکوریت. تولید اولین شیشه نشکن در دنیا به سال 1929 باز می گردد که بعد از آن پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه تولید شیشه صورت پذیرفت. پیشینه شیشه سکوریت در ایران نیز حدوداً به 50 سال قبل می‌رسد که در این زمان اولین کارخانه شیشه سکوریت در ایران پا به عرصه فعالیت گذاشت. در آن زمان اکثریت دستگاه‌های مکانیکی بود و خبری از PLC و صفحه دیجیتال نبود و همه موارد به صورت دستی انجام می‌پذیرفت. نام اولین کارخانه شیشه نشکن در ایران میرال بود و تا سالیان سال کارخانه میرال مسئولیت تولید شیشه‌های نشکن در ایران را بر عهده داشت. به مرور زمان و با پیشرفت تکنولوژی، ماشین‌آلات جدید کوره سکوریت به ایران وارد شد و شرکت‌های بیشتری در این عرصه وارد عمل شدند، تا جایی که امروزه ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیشه‌های سکوریت با ضخامت و ابعاد مختلف در خاورمیانه و آسیا است. ویژگی‌های شیشه سکوریت. شیشه سکوریت مقاومت حرارتی و ضربه‌پذیری بالایی دارد. قادر است 3 برابر بیشتر از شیشه معمولی در برابر حرارت و ضربه پایداری کند و تغییرات حرارتی تا 300 درجه سانتیگراد را تحمل می نماید. فرایند سکوریت الگوی شکست شیشه را نیز تغییر می دهد. شیشه نشکن در صورت اعمال ضربه شدید به قطعات بسیار کوچکی تقسیم می شود که برندگی شیشه عادی را نداشته و خسارت جانی و مالی حادثه را به حداقل ممکن می‌رساند. اهمیت این امر به هنگام بلایای طبیعی مانند زلزله و طوفان آشکار می‌شود. شیشه‌های نشکن دارای مقاومت مکانیکی حدود 5 برابر شیشه‌های معمولی هستند. هنگامی که شیشه سکوریت می‌گردد، هیچ گونه تغییری در رنگ آن اتفاق نخواهد افتاد و تنها ممکن است کمی موج بر روی شیشه ایجاد گردد که آن نیز طبیعی می‌باشد. نحوه ساخت شیشه سکوریت. ساخت شیشه سکوریت یک فرایند کاملا حرارتی است که بر روی شیشه‌هایی که مصارف ساختمانی دارند اعمال می‌شود. البته این فرایند را می توان بر روی انواع شیشه ها، اهم از شیشه های رنگی، چاپ شده و لعاب خورده نیز انجام داد. در اصل سکوریت محصولی از شیشه های رفلکس دار، شیشه های رنگی، شیشه پنجره، لاکی و یا چاپ شده می باشد. برای سکوریت کردن شیشه، جام شیشه به صورت یک نواخت گرم شده تا به دمای نرمی شیشه یعنی بالای 700 درجه سانتیگراد برسد. سپس این شیشه گرم شده به وسیله دمیدن هوای سرد به صورت همزمان به هر دو طرف شیشه سریعا سرد می گردد.
در طول این فرایند شیشه را تا مرحله نرم شدن در دمای بالای 700 درجه سانتیگراد حرارت داده و سپس فوراً هر دو طرف شیشه هوایی بسیار خنک دمیده می شود. با توجه به اینکه در مرحله سردسازی شیشه لایه های بیرونی به نسبت لایه های درونی زودتر سرد می شوند، این امر سبب استحکام بالای شیشه می شود. از لحاظ علم مکانیک نیز وقتی سطح شیشه سریع‌تر از مرکز آن سرد شود، تنش‌های دائمی در شیشه ایجاد شده که نتیجه آن استحکام شیشه خواهد بود. مقدار فشار هوا برای سکوریت کردن شیشه. فشار هوا مهمترین عامل در تولید شیشه نشکن یا سکوریت می باشد که توسط اینورترهای مجهز کنترل می شود. هرچه ضخامت تولید این شیشه نازکتر باشد، فشار هوای مورد نیاز بیشتر می شود و این الگوریتم کاملا تصاعدی می باشد. مثلا مقدار هوای مورد نیاز جهت سکوریت کردن شیشه 4 میل حدود 80 برابر سکوریت کردن شیشه 19 میل می باشد. به همین علت خیلی از کارخانجات تولید شیشه توانایی تولید شیشه های سکوریتی به ضخامت 4 میل را ندارند. انواع کوره برای سکوریت سازی شیشه. به طور کلی دو نوع کوره حرارتی برای این شیشه ها استفاده می شود. این دو نوع کوره عبارتند از کوره کانکشن و کوره المنتال. کوره های المنتال کوره هایی هستند که گرما را به وسیله المنت به شیشه القا می نمایند، ولی کوره های کانکشن به کمک هوای درون کوره این گرما را به شیشه منتقل می کند. لازم به ذکر است که کوره های کانکشن اندکی گرانتر از نوع المنتال می باشد و همچنین به دلیل القای گرما به کمک هوا شیشه یک پارچه تر و با کیفیت نسبتاً بالاتری حاصل خواهد گردید. تشخیص شیشه سکوریت. 1. مقاومت بالا در برابر ضربه اولین روش تشخیص شیشه سکوریت است. 2. عدم برش و خراشکاری با الماس شیشه های سکوریت را از تمامی شیشه های خام متمایز می کند. 3. زاویه دادن به شیشه و نگاه کردن در آن، در صورتی که با زاویه های اندک به شیشه نگاه کنیم حالتی مواج دارد، در صورتی که شیشه خام به این صورت نیست. 4. دیدن شیشه با عینک پولارید که تشخیص سکوریت بودن شیشه در این حالت با مشاهده دایره های کوچک و بزرگ انجام می شود. 5. استفاده از یک شیشه برنز قهوه‌ای. یک تکه برنز قهوه‌ای را طوری نگه دارید که مانند آینه عمل کرده و انعکاس شیشه سکوریت را داخل آن مشاهده کنید. اگر بر روی شیشه برنز اثرات رنگی به صورت نقاط با قطر حدود 2 تا 5 سانتی متر و با تعداد زیاد مشاهده کردید، نشان دهنده شیشه سکوریت است و در غیر این صورت شیشه ساده است. مزیت های شیشه سکوریت. ایمنی شیشه سکوریت. یکی از اصلی ترین و مهمترین مزیت شیشه سکوریت ایمنی بالای آن می باشد. سطح نفوذ پیدا کردن به درون این شیشه تقریبا غیر ممکن می باشد و به همین دلیل برای تولید درپای اتوماتیک از این شیشه ها استفاده می کنند. ضخامت شیشه سکوریت. ضخامتی که این شیشه ها دارند یکی دیگر از مزیت هایی می باشد که می توانیم برای شیشه سکوریت بیان کنیم. نسبت به شیشه های معمولی ضخامت بسیار بیشتری دارند، به همین دلیل باید بدانید مقاومت آنها هم بسیار بیشتر است. ضخامتی که این شیشه ها دارند نسبت به شیشه های معمولی 5 برابر بیشتر است و مقاومت مکانیکی آنها هم از همین طریق بسیار بیشتر است.
شکستن بی خطر سکوریت. به خوبی می دانیم زمانی که شیشه های معمولی شکسته می شوند به تکه های تبدیل می گردند که امکان دارد به افراد صدمه بزنند. اما یکی دیگر از مزیت های شیشه سکوریت که نسبت به شیشه های معمولی دارد این است که شکستن آنها هم بسیار بی خطر است، چرا که آنها تبدیل به بخش های بسیار ریز و کوچکی می شوند که به هیچ عنوان به سلامتی شما آسیبی وارد نمی کنند. مقاومت دمایی بالای شیشه سکوریت. از جمله مزیت شیشه های سکوریت که در برخی از مصارف ساختمانی اهمیت بسیار زیادی دارد، مقاومت دمایی بسیار بالای آن می باشد. همین مقاومت آنها موجب شده است که در بین شیشه های دیگر محبوبیت بیشتری به دست آورد و بسیاری از افراد در مصارف ساختمانی از آن استفاده کنند. این شیشه ها زمانی که تحت تابش مستقیم نور باشند و یا اینکه حرارت زیادی به آنها وارد شود دچار صدمه نمی شوند. در واقع به همین دلیل است که از آنها در بسیاری از مکانها مانند استخر استفاده می کنند، چرا که می دانند مقاومت آن بسیار بالا و زیاد است. عوامل مؤثر بر قیمت شیشه سکوریت. یکی دیگر از تفاوت‌های موجود شیشه های سکوریت و شیشه های معمولی قیمت آنها. قیمت شیشه سکوریت به دلیل آنکه از مزیت‌هایی در مقایسه با شیشه معمولی برخوردار است بالاتر است. عوامل مختلفی جزء عوامل تأثیرگذار بر قیمت شیشه محسوب می‌شوند که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم. 1. سند بلاست کردن شیشه. 2. نوع و تعداد یراق‌آلات و کیفیت شیشه سکوریت. 3. افزایش ضخامت شیشه. 4. ابعاد و شکل شیشه.